گلکسی اس 22 اولترا که چهارمین اولترای سامسونگ همون گوشیه که کاربرای حرفه‌ای اندروید منتظرش بودن. این گوشی عصاره دنیای تکنولوژی تو سال 2022 و ترکیبی از بهترین است. با بررسی اس 22 اولترای سامسونگ همراه من باشید. سامسونگ برای اولین بار اومد و قلم اسپن رو به شکل رسمی به سری اس اضافه کرد. نتیجهش هم این شد که برای اولین بار طراحی مدل اولترا با اون دوتا عضو دیگه متفاوته، کاملا متفاوته. یعنی میشه انتظار داشت توی 2-3 سال آینده هم همینجوری باشه. خانواده سری اس دوتا اس معمولی و پلاس دارن، یه دونه هم نوت دارن که همون اولتراست. طبیعتاً این تصمیمی که سامسونگ گرفته بیشتر به مزاق طرفدارای سری نوت خوش میاد. چرا؟ چون که اونایی که دنبال بهترین پرچمدار اندرویدی سامسونگن و قلم خیلی به کارشون نمیاد، گزینه دیگه‌ای جز همین اولترا ندارن. قبل اینکه برم سراغ بررسی، اینم بگم که کوروش S22 پلاس رو کامل بررسی کرده. میتونید همین الان که نه بعد از این ویدیو برید اونم حتما ببینید. S22 اولترا مثل بقیه اولترا یه گوشی بزرگ و سنگینه. جالب بدونید این گوشی پهن‌ترین، کوتاه‌ترین و سنگین‌ترین اولترایی که سامسونگ تا الان ساخته و طبیعتاً خیلی خوش دست نیست. کار کردن با یه دست باهاش هم تقریبا غیر ممکنه، یعنی برای من که اینجوریه، با اینکه دستم نسبتا بزرگه، ولی اینا چیزی از ارزش این گوشی کم نمیکنه، چون با یکی از خوش ساخت‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار دنیا روبرو هستیم که قشنگ اون حس پریمیوم و کیفیت رو بهتون القا میکنه. دو تا نکته در مورد طراحیش بگم. یکی اینکه این گوشی ماژول دوربین نداره و هر کدوم از دوربین‌ها جدا از بدنه زده بیرون، که به نظر من کار خوبیه، چون تمام ماژول دوربین‌ها نه تمام ماژول تمام ماژول دوربین تمام گوشی ها، چون ماژول دوربین تمام گوشی ها زشتن و این میتونه طرح جدید و مینیمال باشه. البته لای این لنزا همیشه پرز میگیره و هیچ وقت نمیتونید تمیزش کنید، این یه مشکل. یه سری هم میگن این ساختار لنزا اونا رو یاد چشای عنکبوت میندازه. مورد دوم این لبه های خمیده نمایش داره که واقعا قشنگه، یعنی تو ظاهر گوشی خیلی تاثیر داره ولی کاربردی نیست. یعنی هم اگه ویدیو فول اسکرین مثلا نگاه کنید لبه های تصویرتون خراب میشه و اینکه ممکنه تاش بخوره. کلا به نظر من اون صفحه تخت کاربردی تره. S22 اولترا بهترین نمایشگر دنیای موبایل داره و این همون چیزی که از سامسونگ انتظار داریم. این نمایشگر دو تا ویژگی خفن داره. یکی اینکه حداکثر روشنایش میرسه به 1750 نیت که رکوردیه برای خودش، و دومی که سامسونگ میگه نرخ رفرشش بین 1 تا 120 هرتز بسته به محتوا تغییر میکنه، که اینم ویژگی خیلی خوبیه. البته من توی مدت که استفاده کردم هیچ وقت ندیدم نرخ رفرش صفحه از 24 بیاد پایین‌تر، یعنی صفحه تاچ نکنید بمونه تصویرم ثابت باشه، اون نرخ رفرش صفحه رو نشون میده همون 24، ولی نرخ رندرینگ تصویر تا 1 فریم میاد پایین‌تر اگه تصویر ثابت باشه. و جالبه این دقیقا همون کاریه که S22 پلاس هم میکنه. یعنی طبق تجربه من نمایشگر S22 اولترا و S22 پلاس تا حد زیادی مثل همن و البته جفتشون عالین، فقط این رزولوشنش خیلی بیشتره که اونم با چشم غیر مسلح اصلا دیده نمیشه. اس پن توی S22 اولترا پیشرفته ترین استایلیسی که سامسونگ تا الان ساخته. یه قلم مشکی با بافت مات که تو دست سر نمیخوره، ولی نوکش یه بافت مخملی باحالی داره که خیلی راحت روی صفحه سر میخوره، میتونید باهاش کار کنید. تأخیر عملکرد قلم توی نوت قبلی یعنی نوت 20 اولترا 9 میلی ثانیه بود، توی نوت جدید یعنی S22 اولترا 2.8 ثانیه است، یعنی تقریبا 1/3 شده. البته تفاوت بین 9 میلی ثانیه و 2.8 میلی ثانیه رو کسی فکر نکنه متوجه بشه، ولی این قلم واقعا مثل یه قلم طبیعی کار میکنه. قلم نوت در کل یه اکسسوری باحاله و اگه یه مدت به شکل روزمره ازش استفاده کنید، شاید استفاده از گوشی که قلم نداشته باشه براتون سخت بشه. مهمترین کاربردش هم یادداشت برداریه، به خصوص حالا که دقت تبدیل دست نوشته به متن روی گوشی خیلی رفته بالا و با زبان فارسی هم قشنگ سازگاره. برای کنترل دوربین هم کلی ایر اکشن داره، میتونید به عنوان ریموت بلوتوث استفاده کنید. کلا چیز باحالیه.
بقیه ویژگی‌های نرم افزاری اندروید 12 و وانیای 4.1 مثل پرایویسی داشبورد یا پالت‌های رنگی رو کوروش تو بررسی S22 پلاس کامل توضیح داده، پس حتما اون ویدیو رو ببینید. S22 اولترا با چیپ اسنپ دراگون نسل 1 12 گیگرم و 256 ریک حافظه داخلی رسید دست من، ولی به احتمال زیاد تو بازار ما مثل همیشه نسخه اکسینوسش میاد. تو بررسی مطلب کامل در مورد نتایج بنچمارکش اینا توضیح دارم، اینجا در موردش صحبت نمی کنم، فقط بدون که با یه گوشی فوق قدرتمند روبرو هستیم که هر بازی و برنامه‌ای رو به بهترین شکل ممکن اجرا می‌کنه. البته اگه خود بازیه بخواد به بهترین شکل ممکن اجرا بشه. این نرخ رفرش هم کلا داستان شده، یعنی بازی ها هر جوری که دلشون بخواد اجرا میشن، بعضی 30 فریم، بعضی 60 فریم، بعضی 120 فریم، دو تا بازی هم دیدم 48 فریم اجرا میشن و داستانی کلا برای خودش. اینم بگم که گوشی واقعا داغ میکنه، یعنی موقع بازی یا کارهای سنگین تو دوربین دمای گوشی میره بالا. من تست پایداری وایلد لایف گرفتم، زیر 50% بود، یعنی کمترین نتیجه که ما تا الان تو دیجیاتو داشتیم. و اما دوربین S22 اولترا، ترکیب دوربیناش با نسل قبل تفاوتی نکرده، یعنی پشت 4 تا دوربین داره که باهاشون میتونید از اینجا تا ابد زوم کنید. تفاوتی که کرده توی پردازشه، یعنی حالا عکسای زوم 30 برابری هم واقعا عکسای خوبی هستن و قابل استفاده هستن. زوم 100 برابر هم عکسش یه مقدار بهتر شده، ولی همچنان استفاده خاصی نمیشه ازشون کرد. دوربین اصلی S22 اولترا فوق‌العاده است، یعنی تو هر شرایطی عکس عالی بهتون میده. حتی اگه عکس رو تو سایز اصلی ببینین بازم جزئیات شگفت انگیزه، رنگا کاملا طبیعی هستن، کنتراست هم عالیه. دوربین اولترا واید هم تو نور کافی عکس خوبی میگیره. سامسونگ مثل اپل وایت بالانس و وضعیت رنگ و نور و حتی بازه دینامیکی عکسای همه دوربینا رو به هم نزدیک کرده تا همشون تو یه سطح باشن. دوربین تله 3 و 10 برابر هم توی روز عالین و عکسای فاف و قشنگی میگیرن. لرزشگیرشون هم به شدت کارآمده، اصلا نیازی نیست نگران لرزش دستتون باشین. خیلی هم سریع و دقیق فوکوس میکنن و هیچ وقت نیاز نشد که من با لمس صفحه فوکوس رو تغییر بدم. تازه با دوربین تله اول میتونید یه پورترایی بگیرین که توی دنیای موبایل نظیر ندارن. S22 اولترا حتی میتونه رشته های مو رو با خطای خیلی کم از بک‌گراند جدا کنه و روی سگ و گربه هم درست کار میکنه. سامسونگ توی مراسم معرفی سری S22 خیلی روی قابلیت عکاسی و فیلمبرداری توی محیط تاریک مانور داده و اسمش هم گذاشت نایتوگرافی. من تجربه‌ای که داشتم با این گوشی اینه که عکس و فیلم‌های شبشون واقعا خوبن، یعنی بین بهترین‌های دنیای موبایلن، ولی اونقدر خوب نیستن که بگیم الان دیگه سامسونگ عکاسی با موبایل توی شب متحول کرد. یه ویژگی خیلی خوبه که دوربین S22 اولترا و در واقع لنزاشون دارن اینه که فلر رو به حداقل رسوندن. مثلا شما این دوتا عکس از S22 اولترا و آیفون 13 پرو مکس مقایسه کنین، آیفون تمام منابع نور رو میرور کرده ولی اولترا با کمترین مقدار فلر عکس گرفته. نایت مود عکسای دوربین اصلی S22 اولترا توی شب رو یکم بهتر میکنه و پیشنهاد میکنم حتما ازش استفاده کنید. نهایتا هم یکی دو ثانیه طول میکشه و اصلا هم تار نمیشه عکستون. دوربین S22 اولترا که توی روز عالی هن، توی شب هم خیلی خوبن، ولی به نظرم هنوز مونده تا به جایی برسیم که خیلی راحت بتونیم با یه گوشی توی شب عکس و فیلم بگیریم. و یه مسئله دیگه این که چون تمام فشار کار افتاده روی پردازش نرم افزاری و چیپست، چند دقیقه تو اپ دوربین اصلا کاری هم نمی کنید، فقط میگردید، کلا گوشی داغ میشه. شارژ دهی S22 اولترا رو خیلی دقیق نمیشه اندازه گرفت. حالا من با پی سی مارک تستش کردم با روشنایی 50% نمایشگر و وای فای روشن، 10 ساعت و نیم تقریبا دوام آورد که برای گوشی پرچم‌دار رقم خوبیه، مناسبه. ولی اونی که این گوشی رو میخره به احتمال زیاد کاربر حرفه‌ای اندروید، خیلی از قلم استفاده میکنه، خیلی اهل عکاسی و ایناست و تو این شرایط احتمال داره که شارژ گوشی حتی به شبم نکشه.
S22 اولترا از شارژ سریع 45 واتی هم پشتیبانی میکنه، ولی جالبه که سرعت شارژش با شارژر 25 واتی و 45 واتی تفاوتی نمیکنه. یعنی لازم نیست کلی پول بدین اون شارژر 45 واتی ها رو بخرین، یه مقدار پول بدین اون 25 واتی ها رو بخرین، چون تو جبه که شارژر نداره. با اون شارژر 25 واتی توی نیم ساعت 55-60% و توی یه ساعت و یه ساعت و ربع هم فول شارژ میشه. S22 اولترا یه گوشی کامله، یعنی بعیده شما یه چیزی از یه گوشی هوشمند بخواین و این نداشته باشه. طراحی کیفیت ساخت عالی، نمایشگر عالی، سخت افزار قوی، دوربینا عالی، تازه قلمم که داره. بعد 4 سال هم آپدیت اندروید میگیره، یعنی از گوشی خود گوگل بیشتر. پس اگه به این بگیم بهترین و کاملترین پرچم داره اندرویدی، اغراق نکردیم. فقط اگه S21 اولترا دارین الان و قلمم خیلی به کارتون نمیاد، منطقی نیست که برین اینو بخرین، چون اونقدر تفاوتی تو تجربه استفادهتون از این گوشی هوشمند ایجاد نمیکنه. همین رو میشه تا حدی هم به S20 اولترا تعمیم داد، ولی خب اون گوشی دیگه 2 سال از عمرش گذشته و یه مقدار قدیمی محسوب میشه. در نهایت اگه این گوشی بیاد تو بازار ما و قیمتش دقیق مشخص بشه، میشه بهتر تصمیم گرفت. مرسی که این ویدیو رو دیدین. به نظرتون کدوم ویژگیه S22 اولترا انقلابی و میتونه مهمترین دلیل برای خریدنش باشه؟